پگاه بنی هاشمی حقوقدان از لس آنجلس با ماست. خانم بنی هاشمی 11 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ابراز نگرانی کردند در مورد سرکوب معترضان از سوی حکومت در ایران. اهمیت این بیانیه در چه است؟ ببینید، من این بار خیلی خوشحال هستم که این بیانیه در واقع صادر شده و حتی نسبت بهش خوشبینم، به خاطر اینکه فکر میکنم در ایران در سالهای اخیر، حداقل در دهه اخیر، ما شاهد اعتراضات بسیاری بودیم، ولی اینکه این بار در واقع 11 نفر از سازمان معتبر بالاخره سازمان ملل اومدن و یک بیانیه رو در این رابطه صادر کردن، واقعا جای خوشبینی داره. برای اینکه حتی در متن بیانیه هم به اصطلاح اونها کاملا به اوضاع و احوال داخل ایران اشاره کردن، به موضوع دستگیری هایی که بدون حق داشتن وکیل یا حق داشتن دادرسی عادلانه به اصطلاح صورت گرفته، دقیقا به تک تک اینها اشاره کردن. به همین دلیل من فکر میکنم که این بار این بیانیه میتونه حمایت خوبی باشه از کسانی که در داخل ایران دارن از این مسائل رنج میبرن و به خصوص کسانی که در روزهای اخیر متاسفانه با بازداشت‌های خودسرانه و با روند ناعادلانه دادرسی دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب خانم بنی هاشمی، همزمان با این بیانیه ما شاهد سرکوب معلمان، بازداشت معلمان، فعالان صنفی و معترضان در ایران هستیم. آیا این نوعی بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نیست؟ ببینید، من فکر میکنم الان دیگه واقعا برای کمتر کسی جای سوال باشه که ایران آیا به مسائل حقوق بشری یا به بیانیه های حقوق بشری در واقع اهمیت میده یا نه. فکر میکنم برای ما ثابت شده است که ایران هرگز به این موضوع اهمیتی نخواهد داد، ولی اهمیت این موضوع برای معترضینه و برای کسانی هستش که دارن شاهد در واقع سرکوب مردم داخل ایران هستند. و به خصوص ببینید، از نظر دیدگاه حقوق بشری، برای اینکه به هر حال مثلا من که باشون کار میکنم یا کسانی که تجربه دارن، این موضوع رو خیلی خوب میدونن که زمانی که به خصوص در اصناف کارگری و در سطح به اصطلاح فرهنگیان، معلمان، اعتراضات معیشتی صورت میگیره، دیدگاه گروه های حقوق بشری و در واقع کمیسیون های حقوق بشر سازمان ملل یه دیدگاه متفاوت بیتی هست نسبت به زمانی که مردم یک کشوری نسبت به مسائل مثلا حکومتی یا مسائل بسا ایدئولوژیکی اعتراضاتی دارن. من فکر میکنم این بار این مسئله از این جهت خیلی حائز اهمیت شده که معلمان و به خصوص اصنافی که ما داریم در این خصوص دارن اعتراضاتی رو میکنن، در واقع خواستار ابتدایی ترین حقوق شهروندی خودشون که در واقع مسائل معیشتی و اقتصادی هست دارن به اونها اعتراض میکنن. در نتیجه که این کاملا به اصطلاح این دفعه واضحه در این بیانیه و از این نظر امیدوارم که یک مقداری افکار عمومی و در واقع حمایت جهانی رو این بار بتونیم با خودمون همراه داشته باشیم. بله، بسیار متشکرم از شما پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.